این ویدیو میخوام یه غذای خیلی سالم هم بهتون آموزش بدم با استفاده از سینه بوقلمون. این دقت کنیم ببینیم که رنگش ذره تیره است، ولی به نظر من از مرغ خیلی خوشمزه تره. به رنگش زیاد توجه نکنید، یه حالتی مثل خون مرده داره. اگه با گوشت سفید مرغ بخوایم مقایسه کنیم فرقش تو همین میشه. این مزهش یه چیزی بین گوشت استیک و مرغ میشه، خیلی خوشمزه تر به نظر من از مرغ تنها. فیلاش میتونین آماده بخرین یا خودتون بگیرین درست کنین. اگه کلوفت اینو یه ظرف فقط ما وسط میبریم و نازوکش میکنیم، میخوایم به این شکل دو تیکش بکنیم. درست کردنش این مرغ هیچ فرقی نمیکنه و اون بوه بعد مرغ هم به نظر من نمیده. به این شکل من اینو یه دونه سینه رو بازش کردم، یکم نازکتر بشه و سریعتر و راحتر پخته بشه. بقیه فیلارم هم به همین شکل میتونیم در بیاریم. من میام که بهتون آموزش میدم چیکارش باید بکنیم. من از مایتابه میخوام استفاده بکنم که حالت گریل داره، یعنی خط خط داره، برجسته است. روی میخوام این سینه ها رو کبابش کنم، گریلش کنم. خب چون غذای سالمی رو ما میخواییم آموزش بدیم، برای درست کردن این سینه احتیاج نداره که زیاد روغن بریزیم. از این اسپرای روغن استفاده میکنیم، یک کمی میپاشیم توی مایتابمون و بعد سینه رو میذاریم داخلش. تا اینجا هیچ ادویه چیزی بهش نزدم. باز کردیم و میزیم روی گیرید. ادویه‌ای که من بهش اضافه میکنم پودر سیر هست، میزر روش میزنیم، فلفل سیاه هست یه حتما باید باشه، کمی هم میتونیم زردچوبه بهش بزنیم، هم رنگش خوب میشه هم عطر طعم خوبی هم بگیره. هر ادویه دیگه هم دوست داشتیم میتونیم بهش اضافه میکنیم. هر فاش داشتیم اینا هم میتونیم بزنیم کنارش. اینو من به هم میگردونم، اون برش هم دوباره ما ادویه میزنیم. این اصلا من روغن زیادی استفاده نکردم، غذا خیلی سالمه. گوشت سینه بوقلمون هم خیلی کم چربتره به نسبت رون مرغ، خاصیت بیشتری هم داره. فلفل چیلی هم داریم، نمیتونیم که کاری نازد ببوریم و تو همین گریلتون قرار بریم. اما با همین سینای مرغتون اینا آروم آروم کباب بشن، خیلی خوشمزه میشه و عالیه. تو میتونیم همین کار با سینه مرغ بکنیم که خیلی سریع تر هم درست میشه، چون گوشت بوقلمو معمولا یه ذره دیرتر پخته میشه. به قاشق شیتاکه هستش،
تو ویدیو قبلی بهتون نشونتون داده بودم، لینکش هم هست میتون ببینید. خیلی عبت قوی داره و خیلی هم خاصیت داره. خوشحال هست. خب توی مرحله من مقدار خیلی کمی کره هم اضافه میکنم، این عبت رو کمه خیلی خوبی میداره از آن مثلا قاچ هایی که با کره درست میکنیم خیلی خوشمزه میشه. این مشکل کرد خون داریم که کره اینه که نزنیم، همون واقعاً زیتون به مقدار کم کافی شد. حالا توی این مرحله سویا ساس رو اضافه میکنیم. این سس هم خیلی خوشمزه میکنم. نمک نذارم به همین دلیل که سویا ساس خودش کمی شور هست، از این ما نمک هم احتیاج داریم. این هم ساقه همین قاطع این هست نزی برید یعنی خیلی راحت و خیلی هم خوشمزه. حتی این رو درستش کنم. توی محله یکم شراب هم اضافه کردم، شراب سفید. یکم شراب قرمز هم میتونیم بهش بزنیم. نه خیلی خوشمزش میکنه و ترد میشه. خب راچه ما پخت و اونا رو بیتر برداشتم و روشن کنم. حالا سب میتونی کنی اینا فرشته ترمش رو میرم دیگه برمیداریم. تا این دوزه 10 دقیقه زمان این پکشیده من موقع خیلی سریع ترم پکشیده. خب یه تیکش رو من کندم امتحان کنیم ببینیم چه جوری میشه. این روشن این هر بش پخته آیی خب اونا آماده شد. من یه سیب زمینی هم درسته به این شکل بودش، اینو چند تا سوراخ ریز بهش زدم و چنگال و گذاشتم توی ماکرو برای 2 دقیقه. اینش هم پخته شد. اینا حالا میخوام بذارمش توی همین گریلمون یه ذره سرخش بکنیم و با پوست میذاریم که خیلی هم خوشمزه میشه. یه ذره کره و نمک هم بهش بزنیم، این دوست داریم که خیلی خوشمزهش بکنه. مزه آماده شد. محله آخرم یه ذره پنیر پارمیجیانو داریم
روی سیب زمینی یا روی خود مرغاتون میتونین اضافه بکنین، خیلی خوشمزه‌اش میکنه. یه همون پنیر پارمسان هستش. توی مدت کوتاه یه غذای خیلی سالم و مقوی درست کردیم. این احتیاجی به نون نداره و اینکه یه سیب زمینی توش هست. توی ما سبزیجات بخورین، سالاد کنارش باشه، خیلی خوب و عالی در میاد. میکنم درست کنین و خوردنش لذت ببرین.